سلام بچه ها، چطوری؟ سال نوتون مبارک. توی این ویدیو روز سال نو رو یه مهمونی خیلی خیلی بزرگ گرفتیم، بزرگترین مهمونی سال رو برگزار کردیم و همه بچه ها رو دور هم دیگه جمع کردیم. توی این مهمونی خیلی خیلی بزرگ به مارال، ختن و سینا و گروه تارکتان اومدن و دور هم جمع شدیم با هم دیگه سال نو رو جشن بگیریم. اومدیم خرید کنیم کوکتل امشب و قراره فربود درست کنه. اینم تجهیزاتش. بابا رو نکرده بود کوکتل درست کنی. داشتم من الان بارمن بودم بعد میگم واقعا. آقا من خواهم سالاد میوه درست کنم، بعدش هم جوجه موجه میخوام مواد بزنم، بعد فصلاشونو بخورم. بچه‌ها این همه خرید کردیم، یارم رفت ویدیو بگیرم ازشون، من دیگه عالمه خرید کردیم که ببریم. الان باید بریم یه جای دیگه که مشروبا رو بگیریم. الان اومدیم داخل کرفور یه مغازه دیگه که مشروب بگیریم. قراره که جین بگیریم. حالا ما هم تارا جین رو تست نکردیم، واسه اولین باری که می‌خوایم بخوریم. بچه‌ها همونطور که می‌بینید ساعت 8:30 شبه و اینجا مثل بمب منفجر شده و من هیچ غلطی نکردم. بچه من به مرغ اول یه عالمه زعفرون زدم که قشنگ زعفرون بره به خوردشون، بعد نمک و فلفل و زردچوبه و پودر زنجبیل زدم، بعد پیاز خرد کردم، بعد فلفل دلمه‌ای خرد کردم، بعدش هم سه قاشق ماست ریختم. البته خب تعداد این مرغا خیلی زیاده، واسه همین زیاد ریختم. بستگی به تعداد مرغتون داره. حالا من با دستم یه ذره اینو اینجوری هم می‌زنم که قشنگ بره به خورد مرغا، بعد با یه پلاستیک سرشو می‌کشم، یاد اگه ظرفتون درداره درشو بذارین، 2 ساعت بره توی یخچال. بریم سراغ بقیه چیزا. نوبتی هم که باشه نوبت حاضر شدنه. میخوام آماده شم و یه لباس خیلی خوشگل بپوشم، چون که امروز روز خیلی خیلی مهمیه و من کلن مناسبت ها خیلی برام مهمه. یعنی واقعا حساسم، یعنی اینجوری نیستم که بگم حالا برای من مهم نیست و اینجوری و فلان، نه اتفاقا خیلی برام مهمه. من واقعا با بیگودی جلو شده تا اینجوری که ریگری کردن که یه ذره فرشه. بعد از اونجایی که خیلی عجله دارم و بچه‌ها ساعت 9 میرسن، من باید سریع حاضر بشم. اولین سالیه که من میزبانم، یعنی همیشه یا یه جایی دعوت بودیم یا خونه مامان بابامون بودیم یا تنها بودیم. سال پیش که تنها بودیم کار خاصی نکردیم، اما امسال برای اولین بار در کل زندگی من میزبان شب عیدم و این خیلی خیلی برای من با ارزشه که این افتخار رو دارم که شب به این مهمی من میزبان باشم. چطور شد؟ بذار بریم لذت بگو. آقا بچه ها رسیدن، مهمونه اول اون کیاوش. تک تک بچه ها رو دارم به کار میگیرم. کیاوش میخواد سفره هفت‌سینی بیاره بچینه اینجا که ما اونجا میز مزه و بار و اینا رو بچینیم. ببینم چی کار میکنی کیاوش. نمره میدم. آره دیزاینرمه. امینم که نشسته استراحت میکنه. تو الان یه کار می‌نمیدم بدید بدیم که قراره کوکتل رو درست کنه. علی هم که داره ظرف میشوره. دوستان مشغول کارم. علی جان قلقه رو بلده. منم دارم با این دست بریده شده اینو درست کنم. بچه توی این سالاد میوه پر خونه. بابا من میخوام واسه اون کوکتل مورد مونوتو. آفرین چقدر مرتب چیدی. ای بر سلیقت خوبه. باری کردم به یه دیزاین مشتی هم زدی. خب بریم سراغ بقیه. از قبل یخ رو اینطور کرده، در جین رو باز کرده، سپس میچپونه. به به فراد خیلی تعریف کرده از کوکتلش بچه، یعنی اینجوریه که گفته بخوری فراد میزه. داداش نه یه سیس گرفتم فراد اینا بزنم. اوه او اصلا اسب رو میزنی پخی کردن. آقا عید دیگه من بذارید دیگه حاجت دارم دیگه. عید ما بذارید چه ربطی داره. خیارا رو شما میریزی اینجوری؟ بله. میتونیم از این خوردترش هم بکنیم بقیهش رو، چون خب بعد اینو بعد بریزیم تو لیوان. بله خیارا هم میره تو لیوان. شما ببین این اینجا این الان کلفت، این اینجوری آره. میشه. حالا ببین لیمو تا حد ممکن اینا شو هسته هاشو در میاری. حالا باشه هم اوکیه دیگه، باید اونجا شانس هر کیه که بخوره. باید بچک کنی. مثلا اگه تو لیوان میخوای درست کنی، برای هر لیوان یه نصفه. خب درسته، ولی برای این حجم الان سه تا ایزی میخواد. حاجی ایران اینا رو با عرقسایی درست میگردی؟ جان زوره با
بازوش قوت زانوی سلام. من اینم سالاد میبرم تموم شد دیگه. حالا عالی درست کردی. ببین فقط همین باشه خب. آب تونیکه؟ آره تونیک. خب اگه توی ایران میخوان درست کنن چی؟ مگه اینطوری آب... هست؟ آره دیگه آب گازدار دیگه. شما اکثر داستانو آخ اینو میریزی تو یا حضرت عباس چه صدایی داره میده. مقدار کمترش باید رد بول باشه. سافت ترک اوف درست رو بول میکنم بهتون یه بولیش میده. خواهی بویه خیلی خوبی بود. اینجا دیگه میرید دیگه شله و این کارا. چوله چیه؟ چوله غذای مشهدیه داداشم. واقعا؟ بعد یه سوال، این خیارایی که ریختی کاربردش چیه؟ میره تو لیوانا. نه رو مزه تاثیر داره؟ بله، الکلو میگیره به خودش آخر باید وقتی که کار تموم چی داری میگی تو دلت بستی؟ خب اینا من جهیزیای من قیامت شرم گرفته. قراره امشب تو اینا مشروب بخوریم. این دیگه تمامه آره؟ تمومه. الان فقط آماده شوربه. استفاده است فقط. اسمش چیه؟ فرمودین. چیز باحال. چیز باحال. آره. چیز باحال درست کنید. سلام. سلام هاتون مبارک. این سال شما هم مبارک. بیایی فرمودم که کوکتل درست کرد و میخواد معلومه صافیه پی بعدیمون هم رسیدن مهدی و سارا خانوم که اولین بار بچه ها اومدن خونمون. امیدوارم که امشب بهتون کلی خوش بگذره. آخرین سلامتی 1402 چرز. ایشالله سال خوب و پربرکت و پرپول و سلامتی باشه برای همه بچه ها. آقا 5 دقیقه دیگه سال تحویل هیات BBC هنوز داره آهنگ میزنه. من نمیدونم چرا بلد اونجوری باشه. تلفات هم دادیم. یکی مریض شد لرز کرده زیر پتوه. فهمیدم که خوابه. لحظه سال تحویل و خودمون رو بیدار نگه داشتیم تا صبح. 1 دقیقه هم بیشتر نمونده و این داره میخونه همچنان. همچنان اون داره میخونه. بچه اینجا داره عید میشه. صدای تیک تاک ساعت داره ما رو میبره به سمت بهار 1403 هجری خورشیدی. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 سال نو تو مبارک بچه ها. سال نو تو مبارک بچه ها. سال این سال ها بچه ها میزه جلوبابلیمون هم رسید. آنباکسش کردیم. فرباد و علی دارن میبندنش. واقعا خوب موقع رسیده. آره خب بچه ها اینم از سال تحویل ما. یه دوره همیه خیلی باحالی بود. عید باحالی رو گذروندیم ولی حیف که ما را خانواده ها نبودن. آره واقعا خانواده همون امروز، یعنی امسال دومی سالیه که خانواده همون نبودن و دومی سالیه که عید و اینجای آره در برعکس سال پیش که سال پیش رو تنها بودیم سال ما رو و اصلا یه فاز خیلی سنگین دپی داشتیم. اول سال مهاجرتمون هم بود اصلا خیلی فازمون بد بود. اما امسال اول سالی بود که من میزبان شب عید بودم. اصلا تا الان میزبان نبودم. برای تجربه اول که میزبان بودم خیلی حال داد و واقعا من سال نو رو امسال خیلی بیشتر حس کردم. واقعا تنها بودنه بدتره. حالا باز ما اونقدر تنها نیستیم اینجا. مثلا دوستام هست. نه میدونم. واسه اونی که تنهاست میگم. آره یا اونی که خیلی بلند یعنی سال تحویل رو تو فکر کن کلا تنهاست. یعنی پارتنر هم نداره. مثلا یه رو تنها نشسته. اون دیگه واقعا. خیلی سخت. خداییش خیلی اصلا خیلی فازی سنگین و غم بزرگیه. بعد اینجور مناسبت خوب که اصلا نباید آدم تنها باشه دیگه. ولی خب چه میشه گفت؟ همین دیگه. اینم از میز ما. میزمونم روز سال تحویل میزمون رسید و دقیقا همشه که سفارش داده بودی. خیلی خوشگله. یعنی ما میز رو سفارش دادیم چون میدونستیم مهمون نداریم دیگه. بعد ما خب یک سال بود میز جلو مبلی نداشتیم و هی میخواستیم بخریم نمیشد. بعد سفارش دادیم گفتیم بذار مثلا روزی که مهمون داریم میزه. عد روزی که مهمون اومدن
اومدن میز نیومد، یعنی ما تاریخش رو یه چیز کرده بود که بیاد فرداشون ولی دقیقا هم فردا صبحش اومد، یعنی صبح زود، یعنی 9 صبح فکر کنم تا 6 هم بیدار بودیم سال تغییر، یهو 9 صبح زنگ در زدن که آقا بیایم میز رو ببریم. حالا در کل که آرزو خوشبختی میکنم براتون، حالا من به نوبه خودم میخوام یه آرزو برای بچه ها کنم. مرسی که امسال تقریبا خانواده یوتیوب بزرگتر شد یه مقدار، خیلی اونجوری که باید نه ولی خب بزرگتر شد، ما خب خیلی داریم تلاش میکنیم، خیلی داریم زحمت میکشیم، توقعمون یه ذره بالا بود ولی الان آوردیم پایین و اصلا دیگه هیچ توقعی نداریم و همینایی هم که داریم و واقعا خیلی دوست داریم. مرسی که هستین همیشه، مرسی که حمایت میکنیم، یه سری ها هستن همیشه ما هر ویدیو میذاریم نگاه میکنن، چه ویدیو حالا فان باشه چه ویدیو فان نباشه چه هر چیزی، یه سری ها کلا اسکا ویدیو چالشی ها منو بیشتر دوست دارن ولی یه سری ها هر چی میذاریم ما نگاه میکنن. حالا اینا به کنار، در کل که دم همتون گرم، خیلی دوستتون دارم. من آرزوی سلامتی اول از همه میکنم براتون و بعدش پول، حال خوب کلا همه چی، امیدوارم که امسال رو بهتر کنیم دیگه، هر تلاشی که کرده بودیم تا امسال نتیجهشو بگیرین و یه حال خفنی بکنیم. مرسی که ما رو حمایت کردین، ما تقریبا 2 ساله که داریم این ویدیوهای چالشی و غیر چالشی و همه چی داریم میذاریم، چند ماه دیلی بودیم، چند ماه یه روز درمیون بودیم، خیلی روزای سختی رو با هم دیگه سپری کردیم و تقریبا توی تمام مدت ما این ویدیو میذاشتیم و شما هی در هر شرایط از ما با خبر بودیم. خیلی دوستتون دارم، مرسی که ما رو همیشه حمایت کردیم و در ضمن ما همینجوری که نیست حالا یه سال تحویل بگیم و تموم شه بره، به هر حال عیدی هم هست دیگه، درست میگم علی آقا؟ قراره به قید قرعه به 5 نفر که زیر این پست کامنت بذارن قرعه کشی میشه و به 5 نفر جایزه تعلق میگیره، عیدی تعلق میگیره. حالا بهتر کنید ببینم دیگه شانس کدومتونه شاید این عیدی های جزا. خودم میام به هم 5 نفر کامنت. خیلی متشکرم که ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. ویدیوهای ما رو دنبال کنید، قدیمی ها، جدید ها، اینایی که دیروز گذاشتیم، اونی که قرار فردا بذاریم و پس فردا قرار بذاریم، حتما دنبال کنید. میبوسمتون تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.